خب یاران عشق، ما بازم از دریچه قلب های شما تو خونه هاتون اومدیم و برنامه اسپیشیال داریم راجع به هنرمندان مشهور شما و میخوام بدونم که آیا شما که اون ور دوربین نشستین نمیتونم با تو مشورت کنم، ولی این آقای مرشدی که اینجا بغل دست من نشسته، من میخوام ازش یه سوالاتی بکنم ببینم که واقعیت داره نداره، حقیقت داره نداره و چرا اینجوریه. شما کسی هیچ سخفی کوتاهتر از بنده پیدا نکرده. آخه تنها کسی اینجا نیسته کنارم توی من در خدمتونم، بفرمایید. زنده باشی. ولی هر سوالی 10 یورو میگیرم. با تو چی گیر رو فروش شدی علی جون؟ 10,000 یورو منظورم. 10,000 یورو؟ بله. نه پس ارزون حساب کنی، خیالم راحت شد. علی جان، جان دلم، چند درصد هنرمندان ما اسمای مستعار دارن به نظر تو؟ چند درصدشون اسمای خودشونه و چرا اسمایشون رو عوض میکنن؟ میدونی برای کار هنری؟ به خاطر اینکه با 90% هنرمنده در ارتباط هستم، فکر میکنم 75% تا 80% هنرمندا اسم مستعار دارن. مستعار دارن. بعد میتونی حدس بزنی علتش چی میتونه باشه که این اسما مستعار میشه؟ اسم خودشون چه اشکالی داره؟ آیا ممکنه نگیره اسمشون؟ نه ببین، من خب با هر کسی صحبت کردم دلایل خاص خودشو داشته. مثلا به عنوان مثال، بعضیا واقعا اسمشون مناسبه اون استایلی که قرار بوده از خودشون بسازن. به عنوان مثال خانم گوگوش یه کاراکتری ساخته شده به اسم فائقه آتشی که خودشم اسم قشنگه در حقیقت. آره. اسم قشنگه خودش، که خودش پدرش و اطرافیانش همه دست به دست هم دادن و یه گوگوشی رو ساختن و حتی خود فائقه هم در ساختن کاراکتر گوگوش نقش داشته. اولین بازیگر اون نقش خود گوگوش بوده. خود گوگوش بوده و الان یه وقتای خودش میشینه به تماشای گوگوش، به کنسرت، به تماشای کنسرت گوگوش. یعنی مثلا وقتی ضبط میشه شب میره تو خونه میبینه کنسرت گوگوش رو تلویزیون پخش میکنه، اونجا به عنوان گوگوش نمیشینه. به عنوان گوگوش نمیشینه. اونجا به عنوان زندگی شخصیش داره. اونجا به عنوان فائقه آتشی میشینه، تلویزیون رو روشن میکنه و شو خانم گوگوش رو میبینه. اونجا خودش رو ارزیابی میکنه. میگه که اگر این گوگوش مثلا این کار رو میکرد خیلی بهتر بود. شاید دفعه بعد این کار رو از گوگوش بخوام بکنه. و خیلی ها یه دیگه هم همینطوره داستانشون. یعنی حالا یه عده‌ای رو دیگر، معمولا ما یکی از بزرگان موسیقیمون آقای بابک بیات که بسیاری از خواننده های ما توسط ایشون به دنیای هنر معرفی شدن، که خودتون دیگه همه میدونید دیگه، از مثلا داریوش، ابی، چه میدونم اینا. درسته اینا همه خواننده بودن، ولی در کنار این که مثلا آهنگسازای دیگر رو میخوندن، با آقای بابک بیات هم کار میکردن. ولی خب یکی از کسایی که در شهرت داریوش نقشش آقای بابک بیات بود. مثلا با آقای حمید حامی مثلا ایشون مثلا اسم پیشنهاد داد، به خیلی از هنرمندا پیشنهاد میدادش. من فکر میکنم که مسئله ببینید، مسئله اینه که یه اسمایی در کار هنری راحت نمیچرخه. نمیچرخه. آره. راحت توی گوشا حفظ نمیشه، تو مغز جا نمیگیره.
مثلا اگر که مثلا دقیقاً همینطوره. دقیقاً همون بابک باید نقش یه اسپانسر اون لحظه بازی می‌کرده، آهنگو به طرف داده بوده، ولی فکر می‌کرده حالا این آهنگ با اسم مثلا چه می‌دونم جعفر فلانی بیاد بیرون، این آهنگ جواب نمیده. به نام جعفر جواب نمیشه. میومده باهاش حرف می‌زد. حالا اگه میذاش جعفر می‌گفتن با این جعفر مال کدوم دهات بوده؟ جعفر مال کج بچه هرستانه؟ نه بچه فلانه. میدونی جفرسون تو آمریکا؟ جفرسون آمریکا. من دارم راجع به ایران حرف میزنم، فوری انگ میچسبونم. ولی همون جعفر رو وقتی اسمش بذارن جفری میگن این آمریکا به دنیا اومده. آره. جعفر شده جفری. و اسمایی هستش که همون جعفر تبدیل میشه با کلاس ترین اسم جفرسون. ممکنه اصلا مال شهرستان هم باشه. باشه شهرستان، ما هممون ریشامون از شهرستان. ولی چقدر مهمه. من یه خاطره دارم خدمتون بگم که ما در شمال در برنامه آقای حسن رزیانی که بله. عین الله بازی میکرد بله. توی سمدا، انشالله به بله. اون مراحل هم میرسیم. با ایشون یک کار تلویزیونی داشتیم میکردیم و مجبور بودیم بریم رشت و نمیدونم. ولی ایشون کرد بودن فکر کنم اصالتا، یا نبودن؟ نه کرد من نمیدونم. آه. الان حضور ذهن ندارم. آره ولی انسان بسیار خوب، بسیار ما با شخصیت بودن. آقا رئیس یه سازمانی بود ولی کاراکتری که بازی میکرد باقرزاده. باقرزاده اون نقش بود و در نقش باقرزاده بسیار هم درخشید. اصلا باقرزاده جوری بازی میکرد که چند نفر دیگه که تو تهران واقعا فامیلشون باقرزاده بود، اونا دیگه بعد اون اصلا کسی به عنوان باقرزاده قبولشون نداشت. بس که این خوب باقرزاده حالا اون کاراکتر سازی آقای پرویز صیاد بود. البته کاراکتر سازی آقای پرویز صیاد بود و ایشون هم خوش درخشید چون بازیگر خوبی بود، بسیار شیرین بود و اون صورتش و کم‌مویی سرش و اون چشای درشتش و اون کراواتو اگر نمیزد، کراوات انقدری به اون پهنی قدی نمیزد یا کت چارخونه نمیپوشید، آستین کوتاه، اون کاراکتر باقرزاده در نمیومد. اصلا اون شیرینی 50% به خاطر اون زیبایی اون تیپ باقرزاده است و اون حالت راه رفتنش. اون راه رفتنش اینجوری راه میرفت و اینا کاراکتر سازیه. بماند ما رفتیم توی یک برنامه‌های تلویزیونی، یه سری دوربین دستشون گرفتن برای یه کارهای تبلیغاتی تلویزیون. شب میرفتیم این برنامه غذا میخوردیم اکیپ و اینا. یه شب رفتیم اسب سفید تو شمال. اسب سفید، رستوران اسب سفید یه جای خیلی بزرگی بود، مخته گذاشته بودن و پشتی و مردم چارزانو میشستن رو زمین، میزای کوچولو جلوشون بود و میشستن رو زمین، قلیون میداد، آبگوش میداد، غذای شمالی میداد و خیلی جای سنتی و زیبا و خوشگلی بود. دلم برای شمالی ازدواج. آره بالا. بعد یه ارکستر زمینی داشت، سنتور و ضرب و ویالون و اینا اه. که رو زمین نشسته بودن چارزانو و می نواختن. وقتی ما وارد اونجا شدیم شاید مثلا 2 میز 3 میز بیشتر نبود و ما هم اکیپمون زیاد بود، اکیپ فیلمبرداری. رفتیم برای شام و دیدیم چه خوب ارکستر هم داره، موزیک هم داره. ناگهان یک صدایی از خواننده بلند شد بدون اینکه معرفیش کنن که این کیه. صدایی به لطافت لحظه های قشنگ
خود شما اون بوی زیبای شما، بوی زیبای شما تو دنیا تکه، اطرافشانی که توی شمال اون بوش تو مشام آدم. این همه ایرانی ها میرن همه جای دنیا رو میگردن، یکی پیدا نمیشه بگه این بوی شمال ما رو مثلا تو اسپانیا هم میده، مثلا تو سوئد هم میده. نه، اون بوی فقط مال شماله، فقط مال شمال. این خواننده شروع کرد خوندن و یکی و دوتا و ستا و هی شدت دستا زیاد شد و هی خلاصه یه پسر لاغرندام صورت استخونی بینی عقابی موهای فرفری بلند خیلی مظلوم خوانندش. من خیلی خوشم اومد از این صدا، ازش دعوت کردم. شما با اکیپ صمد بودی؟ نه صمد نه، اکیپ آقای رضیانی بود با گروه دیگه، برای فیلم برداری رفته بودیم برای یه تیکای از سینما. صمد نبود. نه بله. من موقعی که برنامهشون اجرا کردن تموم شد، از ایشون تقاضا کردم بیان یه دقیقه پیش ما بشینن. اومد نشست و چقدر مؤدب و بعد گفتم که شما اسم شما چیه؟ گفت من کوچیک شما فرهادم. به میگم فرهاد بابولی. گفتم بچه بابولی؟ گفت بله. بابول سر فکر کنم. نمیدونم حالا بابول بابول سر بابول. گفتم که عجب صدایی داری، چقدر لذت بخش این صدات به. چه ارزشی داری. تو تهران نیومدی هیچ وقت؟ گفت نه. گفتم این صدا باید تو رادیو تلویزیون پخش بشه. اینقدر قشنگ بود صدا، باید تو رادیو تلویزیون پخش بشه، روی این صدا باید کار بشه، زیباترین آهنگا با این صدا باید پخش خودش بشه. خودش تمایلی هم داشت؟ ولی ناآشنا بود علی جان، راهو بلد نبود. معلومه که تمایل داری، خودش میدونست چه صدایی داره. مثل داستان باقی خواننده ها که باید یه نفر مسیر رو بهشون نشون. دقیقا. من گفتم که من خیلی دوست دارم یه کارایی برای تو بکنم. گفت شما خیلی لطف میکنیم، خیلی متشکرم. گفتم که با من یه قراری بذار و بیا به تهران و بیا پیش آقای جمشید شیبانی. تهیه کننده فیلم های ما بود، استدیوی تصاویر، باهاش قرار گذاشتم هفته آینده مثلا ساعت فلان در اون مکان حاضر. همون آقایی که سیمین بری گل پیکری با امل ساینم خوندن. بله روح شاد. ایشون اومد. ایشون هم ستونی بودن. من فرهاد خان رو معرفی کردم به آقای شیبانی. گفتم آقای شیبانی، در کمتر ز روزهایی در موسیقی شما به یه همچین صدایی بر میخورید که جوونم باشه، زیبا هم باشه، خوش صدا باشه. اصلا زیبایی معنی نداره، خوش صدا باشه، درست بخونه، به دل بشینه، غرق اون آدم میشی وقتی اون صدا از اون قفس حنجره میاد بیرون. آقای شیبانی با ایشون نشست، سوال کرد چند سالته، چند ساله میخونی، کجا خوندی و بو بو بو. بابا چقدر ما رو تشنه نگه داشتی، بگو این خواننده کی بوده. این همه الان این خواننده، بریم یه آهنگ گوش بدیم بعد برمیگردیم. از همون خواننده یا نه هنوز جا داریم؟ نه هنوز جا داری. الله بس جونمونو میخواد بگیره تا بگه.
ترک برفی ای مسخر بی حرفی تو باغ پریدن بانو پر من باشه گوشه چشمی داشتی به من کاش خب ما برگشتیم ادامه یه حرفم زیاد منتظرتون نذارم آقای جمشید شیبانی به من گفتش که شهناز جان این آقای جمشید شیبانی اصلا تخصصش این بوده بره خواننده های جدید و چون مثلا امرساین و امرساین که خواننده جدید نبود امرساین و جمشید شیبانی آورد ایران و یه آهنگ چون آقای شیبانی آهنگساز بود در حقیقت ولی معروف ترین آهنگشون اون سیمینبری یه دونه آهنگ خونده به نام سیمینبری آقای شیبانی که اون آهنگو داد به امرساین خون و امرساینو آورد برای کنسرت تو ایران که جناب انوشیروان روحانی آره این آهنگو اجرا کردن و سیمینبری هم در حقیقت مال خود آقای شیبانی بود آقای شیبانی من گفتش که شهناز جان یه زحمتی دارم برای شما که آقای فرهادو تا اینجا آوردی معرفی کردی و این راه رو باز کردی بقیهش هم ادامه بده گفتم چه کنم؟ گفت آقای فرهادو میبرین تیپشو به کلی عوض میکن ما یه آرایشگری داشتیم یعنی اون فرهادی که خواننده بود نبودش یه فرهاد دیگه بود ها قرار اسمش هم علی جون این فرهاد نبود اون فرهاد بود چی یه آقایی از بابل اومد به نام فرهاد بابلی خب این فرهاد اون فرهاد نبود چیه بابل با... نه بابلی بابلی میگم بابلی میگم بابلی بابلی آقای فرهاد بابلی ما یه جایی رو داشتیم به نام دریاچه قو آرایشگاه بود به نام دریاچه قو و کسی اونجا کار میکرد که به نام مهرداد آرایشگر معروفی بود که هنرمندا اونجا میرفتن موهاشون درست میکردن پنجه طلایی بود واسه خودش اصلا نگو نپرس یادم باشه آدرسش ازت بگیرم آدرس الان دیگه نمیدونم اصلا کجا سجا هست شاله سلامت باشه ما بردیم فرهاد خان رو دادیم دست کی؟ دست آقا مهرداد در سلمونی دریاچه قو که مال مادام دیور بود مادام دیور صاحب اون آرایشگاه عظیم بود که یکی از بهترین ها بود تو 25 شهریور میدان 25 شهریور چی جاله وقتی مهرداد اینو دید و من گفتم یکی از کساییه که قراره تو موسیقی بیاد و خیلی خوش صداست و خیلی خود مهدادم بچه بابل بود به به با این رفیق میشن دوست میشن بعد نمیذاره فرهاد که مهمان تهران بوده بره هتلی جایی میبره خونه خودش همشهری شدید آره بیا بریم بابا امشب آقا یک موی برای این کوپ میکنه و یک لباسی و وضعی و فلانی و فرهاد بابلی میشه مازیار موسیقی طلایی مازیار خودمون مازیار موسیقی طلایی ایران ایران ماهیگی رو میخونه اولین آهنگره اولین ترانه‌ای که میخونه به نام ماهیگیره بریم ماهیگیر رو گوش بدیم برگردیم عاشق ماهیگیرم من
بله. مازیار یکی از خوش صدا ترین خواننده های دوران طلایی بود و بسیار انسان وارسته ای بود. ازدواج کرد، بچه دار شد و متاسفانه در سن 44 مطمئنی؟ بله، الان بیوگرافیشو باز کرد. خیلی جوان از دنیا رفت. من همیشه تصور میکردم 50 سالش بود. منم فکر میکردم 51 سال 52 سالش بود، ولی نمیدونم. مازیار در تاریخ 1 تیر 1331 با نام اصلی، حالا فرهاد شاید اون موقع هم اسم دومش بوده ولی اسم شناسنامه‌ایش هم عبدالرضا کیانی نژاد بوده، اون موقع به نام فرهاد، به نام فرهاد اون موقع معروف شده بودش. و مازیار در دوران نوجوانی استعداد شگرف خود را در خوانندگی نشان داد و در اردو رامسر به نوعی استعداد درخشان شد. همسر مازیار افسانه سهایی که در سال 1357 با مازیار آشنا شد، اونم همسرش بودش و دختر بزرگ مازیار با نام غزل کیانی نژاد آهنگساز و ترانه‌سرا و خواننده است و چند کنسرت برای بانوان اجرا نموده است. خیلی جالبه روح که شاد. روح شاد جهانبخش پازوکی عزیز چقدر در معروفیت و شهرت و هنرمندان نقش داشته. مثلا آهنگ هوشمند عقیلی هست که رفتم به دیدن او با یک عشق خدایی. دیگه مگه میاد مثل آقای هوشمند عقیلی، آقای پازوکی، آقای ستار، آقای داریوش، مازیار، به قول فردین روح شاد. ما سراغ هر صحبت و داستان و خاطره که میریم روح شاد. باز حالا روح شاد که دقیقا، اما هر جا میریم یه مثال از آقای فردین زنده یا توش نمایان میشه. همیشه میگفت ما هر کدوم یک دونه ایم، یک نفریم، ماها دومی نداریم. فردین یه دونه است، فروزان یه دونه است، پوری بنایی یه دونه است، شهناز تهرانی یه دونه است، نمیدونم بیکیوان بدی یه دونه، بهمن یه دونه است، مرتضی، همه یک دونه ایم. و راست میگفت. آیا دومیش هم اومد؟ نه اومد. و نمیاد. جوری که برای آقای مازیار عزیز دو آهنگ از جهانبخش پازوکی اومد، کبوتر و ماهیگیر، و این دو آهنگ هر دو ترکوند در اون سالها مثل بوم بوم فجر شد. با ماهیگیر اومد، اصلا تهران به هم خورد همچی صدای، و بلافاصله تو رادیو تلویزیون رفت و بلافاصله مشهور شد، بلافاصله طرفدار پیدا کرد، چون هم صداش زیبا بود هم شخصیتش زیبا بود. خیلی جالبه که استاد پازوکی برای هر آهنگ، برای هر خواننده ساختن گرفته، و اصلا من نشنیدم ترانه این بگن آقا این آهنگسازش پازوکی بوده و نگرفته. برای مرحوم مازیار هم همین اتفاق افتاد. کار کبوترم اگر موافق باشید بریم گوش کنیم. حتما میبینیم.
ماهیگیر، کبوتر و صدای مازیار تا ابد نسل به نسل باید شنیده بشه و عشق بدید به این صدا و لذتشو ببرید. به نظر من مازیار یه ترکیبی بود از داریوش، از ستار، از ابی، یعنی یه صدایی بودش که تمام زیبایی خواننده هایی که توی اون سالها به اوج شهرت رسیده بودن، از هر کدوم اونا یه چیزی توی مازیار میشنیدی که تو رو جذب میکرد. من عقیدم اینجوری بوده، شاید هم اینجوری نبودش اصلا. نه دقیقا هم اینجوری بود. یعنی یه وقتا یه جاهای کاری که مثلا میشنیدی احساس میکردی داریوشه، ولی بعد یه ذره بیشتر گوش میدی میفهمیدی داریوش نیست. یه جای کار گوش میکردی فکر کردی شاید ستاره، بعد یه ذره بیشتر نه ستار نیست. یه قدرت عجیبی تو صداش بود که اون احساس اون ترانه رو با اون بغض صداش القا میکرد به شنونده. بله و من همین احساس رو داشتم. و جالب این که اون زمان وقتی که فرهاد بود پولیپ داشت. بله. و بینیش هم حالت عقابی بود، توتی، مدل توتی، از این مدلای که اینجوری اینجا برجستگی داره مدل توتیه. برای اینکه پولیپ رو عمل کنن که صدا بازتر بشه، راحتتر بیاد بیرون، تو دماغی نباشه، تصمیم گرفت که بینیش هم عمل کنه. پس این زیبایی مال اون بود. بله دیگه، پولیپ داشت. بله، آدمی نبود که بخواد دنبال قرتیگری بره. ببین یه شخصیت عجیب غریبی داشت این هنرمند و اسم مازیار هم آقای جمشید شیبانی انتخاب کردن براش. خیلی جالبه. من یه ویدیو اگه بتونم پیدا کنم توی آخره این برنامه پخش بکنم، باید برم سر وقت آرشیوم. توی منزلشون مهمونی دورهمی چند نفر، شاید 3-4 نفر هستن و ایشون میاد کنار پیانو میشینه، یکی از آهنگاشو میخونه. بابا 44 سالگی سن، اصلا اول جوانی، اول انفوان جوانی. چنان زیبا میخونه، چنان زیبا میخونه که اصلا وقتی این ترانه تموم میشه مو به تن آدم سیخ میشه. علی جان شما وقتی زنده میخوند و باید میشنگید. ببینید پیش سازمان تصاویر وقتی که برای آقای شیبانی تقاضا کردن که براش بخونه که صداشو بشنوه، چون یکی از استادان بود که تشخیص میداد آقای شیبانی که این خواننده میشه یا نه، نمیشه. بله. و وقتی خوند خدا شاهده، منم نشسته بودم چون معرف من بودم، پس توی چیزشون روند کار همه جا بودم و آقای شیبانی اینجوری نشسته بود، موجه نمیزد، همینجوری نشسته بود، محو صدای مازیار شده بود و میگفت این آس برنده است. و تو کاباره اینا میخوند اون زمان، تو شکوفنا میخوند، تو نمیدونم تو میا میخونده یا نه، ولی تو کاباره ها میخوند اون موقع ها و از رادیو پخش میشد، تلویزیون پخش میشد، توی شوهای تلویزیونی بود، همه جا بود. و غمگین ترین قسمت تراژدی و غمگین ترین صحنه آخر زندگی مازیار این بود که مازیار در سال 1373 هیچ وقت یادم نمیره توی میدون کلاردشت. اون سالها من شاید 23-24 سالم بود و شروع کرده بودم
به همراهی که از دوستان یه ویلا یه زمینی خریده بودیم، یعنی اول رفته بودیم اونجا یه خونه اجاره کرده بودیم که تابستون اونجا باشیم. بعد همون شخص اومد گفتش آقا این زمین روبروی ما رو بخر، منم کمکت میکنم بسازیم. و ما اونجا مشغول ساخت و ساز بودیم. یه میدون اونایی که کلار دشت زندگی کردن میدونن، خونه‌ای که من میساختم توی خونه خیابونی بود اسم کوچه سوسن، چون سوسن خواننده اونجا زندگی میکرد اسم این کوچه رو گذاشتن سوسن. و هنوز که هنوز کل کلار دشت منو میشناسن، تمام اهالی کوچه سوسن کسایی هن که در هفته شاید 10 تاشون 15 تاشون به من مسیج میدن، عکس میفرستن، علی جان ببین این خونه تو این شکلی شده، این سر کوچه این شکلیه، خونه سوسن اینجوری. چون سر خیابون کاخ شاه رو که میپیچیدی بالا، اونجا شاه هم البته اون کاخ مال رضا شاه بوده، بعد مال شاه شد و الان هم موزه شده. و از زمان آقای رفسنجانی دفتر ریاست جمهوری اونجا رو باز کردن، تفرجگاه ریاست جمهوری کرده بودن که هر ریاست جمهوری مثلا تابستونا بیاد اونجا استفاده بکنه. ولی حالا در کل وارد بحث این نمیشم. من اومدم توی این میدون و همیشه من دنبال موسیقی بودم دیگه، به خاطر اینکه توی ماشین میرفتم جاده چالوس و میومدم هفته یه بار دو بار بالا سر کارگرا، هر دفعه میومدم توی این دکیه ببینم نوار جدیدی چیزی در اومده. اومدم اونجا برگشت گفتش که این آلبوم جدید در اومده و مازیار دوباره بهش مجوز دادن بخونه. شما در نظر بگیرید من مازیار رو آهنگ ماهیگیرش رو شنیده بودم، 23-24 سالم بود و سال 73. بعد توی صفحه سوم جلد سوم یا چهارم عکس مازیار رو گذاشته بودن و من تصورم اون ویدیوهای زمان شاه مازیار بود که چقدر زیبا و خوشگل، ریش و موهای بلند. دیدم آقا یه تصویر خسته و غمگین و مثل یه آدم خیلی معمولی، مثل یه کارمند افسرده، مثل یه پستچی غمگین مثلا توی یکی از محله های لندن، اصلا به هر چیزی میخورد جز اینکه این آدم مازیار باشه. و بعد تصوریم و هیچ اسمی هم از تو آلبوم از مازیار نزده بود، زده بود عبدالرضا کیایی. و بعد اومدم توی این لابلا اون چند صفحه بیوگرافی که زده بودن یه جایی اشاره کرده بود که ایشون مازیار. خلاصه ما اینو خریدیم و تا تهران آهنگا رو دونه دونه شنیدیم و یه دونه از اون آهنگای قدیمیشو گذاشته بودن، آهنگ ایران ایران سرم روی تن من. من پیشنهاد میکنم برای پایان برنامه بانوشو این هفته به احترام ایران و ایرانی و به احترام روح بزرگ مازیار خواننده دوران طلایی آهنگ ایران ایران خداحافظی کنیم. خداحافظی بکنیم. من و مردم با صدای مازیار لذت بیشتری ببرم. 100% که میریم این آهنگ رو گوش میدیم. ولی غمگین تر از اون این بودش که اون سال سال 73 بود، 3 سال بعد خبر فوت مازیار ایران رو فرا گرفتش. یعنی این خواننده هم که بهش تنها جز انگشت شمار خواننده های زمان شاه بعد از انقلاب مجوز گرفتن، اینی هم که مجوز گرفت 3 سال بعد 2 تا سرطان رو فکر میکنم با هم گرفتش و پرده آخر زندگیه. و اصلا مازیار اهل هیچ گونه مواد مخدر، مشروب، سیگار، اهل هیچی نبود. من هرگز ندیدم ازش سالم و فقط قصه از پا در شاب. در سحرگاه 16 فروردین سال 76 در میان سالی 2 قدم مانده بود تا 45 ساله شود، بر اثر سکته قلبی و مغزی درگذشت و پیکر او در امامزاده طاهر کرج دفن شد. روح شاد شما رو به دست یگان خدای بزرگی می سپاریم.
و به امید اینکه شادی در خونتون رو بزنه، لبخند فراوان روی لبهای قشنگتون نقش ببنده، دلهاتون شاد باشه. پروردگار یگانه همیشه حامی و مراقبتون باشه. خدا نگهدار. خدا نگهدار.